سرخط برنامه بامداد هست. فایده فیضی مهمان ما هستند، عضو کمیته مسئولیت خبرنگاران اینجا با ما هستند. امروز در رابطه با رهنمود تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها میخواهیم صحبت های داشته باشیم با بانو فیضی. سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. تشکر ایمل جان، صبح شما و همه بیننده عزیز که همین لحظه ما رو تماشا میکنن نیز بخیر باشه. بیاید از این خبر خوش آغاز بکنیم، از این رهنمود تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران آغاز بکنیم که ضرورت چی بود به ساخت این رهنمودی که کار بالای صورت گرفت تا این رهنمود ساخته شد؟ تشکر ایمل جان. ما باید بگویم که یک سال بسیار بدی داشتیم تا بالا به خبرنگارا. امی باعث شد که ما در تلاشی باشیم که یک رهنمود مسئولیتی بالاخره بسازیم، به خاطر که اکثریت رسانه متاسفانه غیر مسلکی عمل میکردن. وقتی که یک حادثه میشد بدون از اینکه بفهمن کدام قسمت است، بدون از اینکه بفهمن که آیا می حادثه ختم شده یا هم جنگ جریان داره، خبرنگارا را به ساحه روان میکرد بدون وسایل امنی. امی باعث شد که ما یک رهنمود بسازیم با کمک خبرنگارا و این رهنمود به همه رسانه معرفی کنیم که باید از این رهنمود استفاده کنن. خبرنگارشان جانشان، ارزش جانشان باید بدانن و با یک صاحبی که روان میکنه بعد تحت چی شرایط باید بفرستن. امی دلیل بود که ما تقریبا نزدیک به دو هفته میشه این رهنمود ساختیم و تصویب شد. و دیروز چیزایی که در رابطه با این رهنمود خوانده، دو فصل است، فصل اول و فصل دوم. بین خوب است بپردازین به جزئیات بیشتر تا بیننده‌های ما آگاهی پیدا بکنن که در فصل اولش چی چیز گنجانیده شد. مدیران مسئول مثلا وقتی که وقتی که خبرنگار تازه در یک رسانه میآید، مدیر مسئول مکلف نیست که رو بگه که تو به ساحه پر خطر برو. با چند دلیل. دلیلی که تجربه نداره، دلیل دومی که با ساحه جنگی آشنا نیست، یه خبرنگار است که تازه آمده. و اگه او خبرنگار بگه که من به او سفر نمیرم یا هم به او حادثه نمیرم، پس مدیر مسئول حق نداره رو به زور روان کنه. مسئله دیگه یک خبرنگار زمان میتونه در یک ساحه بره که تجربه کافی داشته باشه، رهنمود مسئولیتی را خوانده باشه و یا هم در بخش مسئولیت آموزش دیده باشه. مسئله سوم یک وسایل ایمنی با خود داشته باشه. وقتی که وسایل ایمنی میگیم یعنی کلاه وزری و همچنین یا کارت هویت و پرسی که بر لباس از اون نوشته است. و مسئله چهارم، زمانی که به او حادثه یا هم در محل حادثه میره، باید مطمئن باشه که اینجا دیگه جنگ ختم است و ما میرم به پوشش خبری. ما کسی نیستیم که جریان جنگ مستقیما گزارش بدیم. و مسئله چهارم، وقتی که در خود حادثه میره و میبینه که جنگ جریان داره، اگر مدیر مسئول از او تقاضا میکنه که همین لحظه را برای من لایف گزارش بده و او خودش میفهمه که زندگی من در خطر است، پس میتونه بگه که من نمیتونم لایف گزارش بدم و گزارش لایف هم نده. در او صورت مدیر مسئول حق نداره خبرنگار را برکنار کنه. بله، اگر به خاطر تازگی خبر خود امی خبرنگار علاقمندی باشه که برای اسای گزارش بده. ما فکر میکنم ارزش جان خبرنگار بالاتر از است. ما درست است که وقتی که خبر تازه را میگیم که دینی جا چون این حادثه شده. اما شما بسیار مسئله خوبی را اشاره کردین. بعضی مدیر مسئول بر ما میگه که ما به خبرنگار خود چون این چیز میگیم. اما نسبت به ازی که خودش دوست داره مسلک خود یا هم میخواد که خبر اول باشه، میره زود بریکینگ نیوز یا هم خبر تازه و خودش لایف گزارش میده که ما دیدیم یک پیامد خیلی بدی داشت و ما خبرنگارای خود در این قسمت از دست دادیم. به می دلیل است که ما فعلا خود خبرنگارا ترن میتیم یا آموزش میدیم. بر از اونها میگیم که ارزش جان تو بالاتر از یک گزارش است. تو میتونی که بعد از اون یک گزارش بدی. و ما کسی نیستیم که غیر مسلکی کار کنیم. ما وقتی که میریم گزارش میتیم، ما از پارچای خون یا هم از پارچای گوش نباید گزارش تهیه کنیم. به می دلیل است وقتی که یک حادثه ختم میشه، ما میتونیم پس از او شفخانه بریم، پلیس از نهادهای امنیتی از اونها ارقام بگیریم یا هم با خانواده کسایی را که از دست دادن مصاحبه بگیریم. یعنی ضرور نیست که حتما ما جسد تصویر بگیریم و نشر کنیم. به می دلیل بود که رهنمود از طرف اکثریت رسانه قبول شده و ما فعلا به دادخواهیش کار میکنیم. بین از فصل دوم بگوین، از جزئیات فصل دوم صحبت بکنین که در جزئیات در فصل دوم و کدام نکات بیشتر پرداخته شده. ما در قسمت ای که مکلفیت های یک رسانه داخل رسانه چیست، مثلا ما دیدیم متاسفانه که دشمن بالای ساختمان خود رسانه حمله کرد. ما در این قسمت چند بخش را بر خود رسانه در قسمت تامین امنیت ساختمانش در نظر گرفتیم. ای که باید دروازه زیری داشته باشن، ای که اتاق مسئولیتی داشته باشن وقتی که خدا نخواست حمله میشه چگونه بتونن خود مسئول نگاه کنن، و ای که یک از کسی که تازه رسانه جور میکنه
باید امنیتش فکر کنه یا هم پلیس در جریان بگذاره که ما نمی در اکثریت اوضاع که ما میریم اونا نمیفهمن که در کدام قسمت دفاتر رسانه است، چون گناه خود از پلیس هم شاید نباشه. وقتی که ما خود ما در یک جای دفتر میگیریم حداقل خود ما مسئول هستیم، باید بریم به پلیس و به نهادهای امنیتی بگوییم. در این قسمت توجه بیشتر میکنیم، نه تنهایی که توجه میکنیم و برشان یک رهنمود ساختیم، ما همشان همکار هم هستیم. مثلا اگر یک رسانه بخوای از ما که بخش امنیتی ما بره و آسیب شناسی کنه در یک دفترشان که از کدام لحاظ اینا مسئول نیست، کمیته مسئولیت در این قسمت میخواد برشان کار کنه. و یا همی که اتاقای مسئول یا هم اتاقای زیری که بسازن، در این قسمت ها ما همکار هستیم و میتونیم همراهشان همکاری کنیم. بانو فیضی، شاید یک تعداد کسای کمیل از بیننده همین بحث ما هستن در بخش سرخط امروز ما، شاید علاقمندی شده باشن که امی رهنمود ما چطور بتانیم پیدا بکنیم، چطور بتانیم که بیشتر معلومات حاصل بکنیم در رابطه با این رهنمودی که در این دو فصل به کدام نکات بیشتر اشاره شده، چطور میتونن مثلا خبرنگارای ما بتانن که رهنمود به دست بیارن؟ موضوع بسیار خوب را اشاره کردین ایمل جان. 2 نوامبر که ختم مافیات علیه جرایم خبرنگارا بود، ما این را تصویب کردیم با کمک شماری از خبرنگاران و مدیر مسئولان، اما فعلا چون بخش اجراییش مربوط ما نمیشه به وزارت اطلاعات فرهنگ ما فرستادیم. از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ به تمام رسانه ها روان میشه و من حیث یک رهنمود مسئولیتی قبول شده که از طرف شماری از مالکان رسانه و مدیر مسئولان پذیرفته شده، بنان مجبور هستند که قبول کنند و در رسانه های خود تطبیق کنند. بله، بین از تطبیق رهنمودی از امی رهنمود میخوایم صحبت داشته باشیم که چگونه تطبیق خواهد شد به نظر؟ من فکر میکنم بعض مدیر مسئول با ما موافق نبودن، چون در اینجا مسئله بودن که زیادتر بر خودشان برمیخوردن. مثلا وقتی که ما بیمه حیات میگیم یا هم وقتی که میگیم یه خبرنگار اگر تو به ساحه پر خطر روان میکنی، اگر او زخمی میشه یا شهید میشه، مصارف تداویش یا هم مصارف ای که خدا نخواست او شهید میشه مربوط تو میشه که با فامیلش بپردازی. در این قسمت با ما اونا زیادتر مشکل دارن، وقت مشکلات اقتصادی زیاد است. اما بالاخره یک چیزی است که نیاز است، باید قبول کنن. وقتی که مسلکی نمیخوان پیش برن، وقتی که ما برشان زمینای پیشگیری یا هم جلوگیری از حادثه را دادیم، قبول نمیکنن. وقتی که روان میکنن، بنان مجبور هستن رو قبول کنن. ما درست است که نمیتونیم برشان بگیم که مجبور است یا هم مکلف است، چون از بعد اخلاقی ما میتونیم بیشتر تاکید کنیم. اما یک سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ادهی نقش داشته، یعنی خوانده تصویب کرده، چون او در رأس کمیته مشترک مسئولیتی بر خبرنگار است. وقتی که وزارت اطلاعات فرهنگ با ما قبول میکنه، وقتی که نهادهای بین المللی چون این چیزی را قبول میکنه، رسانه ها هم از روی اخلاقا مکلف است که ایره بپذیره و در رسانه هاشان تطبیق کنه. بله، زمانی که از کمیته صحبت میکنیم، کمیته مسئولیت خبرنگاران صحبت میکنیم، مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها صحبت میکنیم، این کمیته تا حال چه کارهایی برای خبرنگاران کرده؟ سوال بسیار خوب، به خاطر که اکثریت خبرنگارای ما متاسفانه بی خبر ماندن. ما در قسمت تداوی بر خبرنگارایی که زخمی شدن، امسال یک تعداد به خارج از افغانستان روان کردیم و یک تعداد داخل افغانستان تداوی کردیم. نه تنهایی که متوجه از این مسئله شده باشیم که پس از حادثه ما چیکار میکنیم. ما پیش از حادثه واسکتای زیری بر خبرنگارا توزیع کردیم، آموزش دادیم که ارزش جان خبرنگار بالاتر از یک گزارش است و اینکه در یک ساحه برای از لازم مسلکی کدام موارد متوجه شود. این قسمت کار کردیم. در قسمت ازی که بعض خبرنگارای ما بسیار صدمه روحی میبینن وقتی که پس از یک حادثه دوباره برمیگردن، در قسمت روان درمانی برشان هم کاری کردیم. در قسمت دادخواهی و قراردادهایی که یک طرف میباشه، در قسمت ازی دادخواهی کردیم و در بخش مشاوره حقوقی ما امسال کار بزرگ بزرگ ما در این قسمت بوده که کمیته بر خبرنگارا انجام داده. بین بریم یک سری بزنیم به سال پار، از سال پار یا سال گذشته صحبت بکنیم و این امسال هم رو به ختم است. و سال پار و امسال چگونه بود برای خبرنگاران در کل در افغانستان؟ متاسفانه بدترین سال را ما داشتیم. در این 2 سال سال پار ما 20 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را از دست دادیم و امسال که تقریبا سال عیسوی ختم میشه، ما 14 خبرنگار از دست دادیم، یعنی یک رقم کم نیست. و این 14 خبرنگار هم مستقیما مورد حمله قرار گرفته. اگر واضح صحبت کنم، 2 خبرنگار که مستقیما در کندهار و خوست مورد حمله قرار گرفت که تا هنوز مشخص نیست که از طرف کی به قتل رسید، و دیگرایش اکثرا در عملات انتحاری که مستقیما یکیش در ششترک بود، یکی هم در 2 خبرنگار طلوع که ما از دست دادیم، تقریبا مستقیما حمله بر جان خبرنگار بوده. و خدا همه را بیامرزه. توخی عزیزم جز از کسانی بودن که به شهادت رسیدن امسال و جز از همکارای ما بودن که
دیگر با ما نیستند، سمیم و رامز عزیز و خبرنگارای رسانه‌ای دیگری که حال در کنار ما نیستند و اونا دوشا دوش ما مبارزه میکردن، میرز میدن، برای همیشان جنت فردوس از خداوند خواهان هستیم، برای بازمانده هایشان هم صبر جمیل. بین از کمیته صحبت بکنین که برنامه دیگه هم روی دست داره به خاطر مسئولیت خبرنگاران در افغانستان؟ بله، ما فعلا به جای رسیدیم که درک کردیم خبرنگاران واقعا زیر تهدید جدی است. بله. یعنی سابق ما قسمی برشان آموزش میدادیم که شما من حیث کسایی که بی‌طرف هستین میرین در یک ساحه و گزارش جور میکنین. بله. اما حالا که میفهمیم مستقیما هدف ماستیم، پس ما نباید وقتی که یک حادثه میشه عاجل به ساحه بریم و تجمع داشته باشیم. بله. و یا هم هیچ خبرنگار دیگه به ساحه اجازه داده نمیشه الا اینکه واسکت زره در جانش باشه و کلا به سرش باشه و کارت به گردنش باشه. بله. یعنی ما دیدیم کسایی بودن که تازه به رسانه می آمد، کارت نداشتن، اصلا هیچ حادثه‌ای را ندیده بودن، از راه خانه می رفتن و می خواستن که پوشش خبری از یک حادثه داشته باشن. دیگه این کار ختم است. نه. و ما می خواهیم به حیث یک عالی فشار سر رسانه ای را بقبولانیم که دیگه چون این کار تکرار نشه. سپاسگزار هستیم بانو ویده فیضی، عضو کمیته مسئولیت خبرنگاران و رسانه. تشکر. بسیار خوش آمدید. ما وقفه می گیریم ولی در بخش پایانی امروز موسیقی هم مد نظر گرفتیم.